یکی از مهمترین و البته اولیه ترین حقوق مردم داشتن سرپناهی آبرومنده. اما این نیازمندی یعنی مسکن مشمول ابر بحران شده که تو این رابطه هیچ چشم‌انداز یا کورسویی از امید برای مردممون باقی نمونده. همراه میشیم با آقای فربد رضانیا، کارشناس امور اقتصادی، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. سلام میکنم خدمتتون آقای رضانیا، خوشحالم که همراهمون هستین. الان رئیسی مشخصا بعد از اومدن روی کارش وعده ساخت 1 میلیون مسکن توی سال و ایجاد جهش در ساخت مسکن رو داده بود. اقدامات دولت اون رو تو این رابطه چطور دیدید و چه نتیجه ای؟ بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه بیننده های شما و درود میفرستم به همه کانون های شورشی و همینطور درود میفرستم به گروه قیام تا سرنگونی به خاطر افشا کردن دم و دستگاه وزارت خارجه رژیم. بله، خدمت شما که عرض کنم، این رئیسی جلاد سر کار که اومد جز به وعده هاش وعده ساختن 1 میلیون مسکن در سال داد که قرار بود که 1 میلیون مسکن تولید کنه و اینا، و این 1 میلیون که نشد در حقیقت هیچی دیگه هم ازش در نیومد. البته فرقش با دولت‌های قبلی این بود که موقعی که این دولت سر کار اومد گفت که در حقیقت توی وعده هاش این که ما 1 میلیون مسکن در سال میسازیم، از اونجایی که مجلس ارتجاع هم حالا دیگه یه دست شده بود و تمامش در یه سیستم امنیتی در خدمت خامنه ای بود، مجلسش هم برای اولین بار این قانون در حقیقت این وعده ساختن 1 میلیون خانه در سال تبدیلش کرد به قانون. اما همه میدونستن که این حرفا فقط دجالیت آخوندیه، از خونه ساختن خبری نیست. حتی کارگزارا و مثلا کارشناسای خود رژیم هم اینو میدونستن. حالا هم با گذشت 2 سال از رئیس جمهوری رئیسی میبینیم که نه تنها از 2 میلیون 1 میلیون خونه در سال که حالا باید میشد 2 میلیون هیچ خبری نیست، بلکه شرایط مسکن و شرایط هموطنانون برای داشتن سقفی بالای سرشون به چه بحرانی تبدیل شده. همین رئیسی جلاد رفته بود خوزستان، تو خوزستان مطابق همه خیمه شبادی ها و دجالیت آخوندی در 40 سال گذشته این رو انداخت گردن کارگزارای قبل از خودش، گفت که باید 1 میلیون خونه در سال ساخته بشه. اگر دولت های قبلی ساخته بودن ما احتیاج دیگه نبود که ما بسازیم. بعدم توی اندیمشک و توی شایگان هم باز دوباره از همین مدل حرفا که ما امکانات خوبی برای ساختن خونه داریم، زمین داریم برای ساختن خونه، حرفای بی سر و ته و بی معنی در حقیقت. اما خود بحران مسکن الان در ایران چه شکلی داره و چه وضعی داره، من یکی دو سه تا نمونه از مطبوعات خود رژیم و کارشناسای خود رژیم و خدمتتون عرض میکنم که طبق حرفای خود رژیم، طبق صحبتایی که یک مثلا کارشناس این مرکز پژوهش‌های مجلسشون کرده بود، قیمت مسکن طی 5 سال گذشته 10 برابر شده. قیمت مسکن در عرض 5 سال گذشته 10 برابر شده. درصد حاشیه نشینی حدود 4% تا 5% سالانه به آمار حاشیه نشین ها افزوده میشه. این حاشیه نشین یعنی چی؟ حاشیه نشین یعنی در حاشیه شهرها، یعنی اساسا هیچ گونه خدمات شهری از قبیل آب، برق، تلفن، خط اتوبوس، نمیه هیچ کدوم از اینا رو، مدرسه، هیچ کدوم از اینا نیست. حاشیه در حاشیه شهرها باید ساکن بشن. سالانه 5% طبق حالا اینا طبق حرفای خود رژیم که آمارش همیشه یه چیز اساسی کمتر از واقعیت هست، سالانه 5% به آمار حاشیه نشینی اضافه میشه. طبق گزارش های خود رژیم توی روزنامه دنیای اقتصاد، قیمت کرایه در 3 ماه گذشته، فقط صرفا در 3 ماه گذشته 40% رفته بالا. در 1 سال گذشته کرایه 150% اضافه شده. قیمت خونه به همین ترتیب. و در نتیجه
در نتیجه خودشون این دبیر اتحادیه مشاوران املاک از این چیزایی که توی از این تیترایی که تو خود رژیم دارن به نکته جالبی اذعان میکنه که قبلا یک وام مثلا 100 میلیون تومانی میدادن به مردم، میتونستن یه وام 100 میلیون تومانی بگیرن. گرفتن این وام برای چی؟ گرفتن این وام برای اینکه بعداً پیش صابخونه این رو برای ودیعه بذاری، نه اینکه وام برای ساختن خونه بخوای بگیری. یه وام 100 میلیونی میدادن که این وام 100 میلیونی رو بتونی ودیعه بذاری برای که بعد کرایه خونه‌تون رو بدی. این وام 100 میلیونی دیگه اساساً جواب نمیده، کسی اساساً دیگه دنبال گرفتن این وام نمیره. کار مردم رسیده به اینکه کانکس و آلونکای آهنی اجاره کنن برای زندگی کردن، یا اینکه خونه ها رو دو سه تا خونه وار خونه رو یه جا با هم دیگه یه خونه کرایه کنن، در حقیقت دو سه تا خونه وار توی یه خونه زندگی کنن برای که کرایه‌اش رو تقسیم کنن. یه نکته جالب دیگه هم اینم اضافه کنم که خود در مورد آمارهای دروغ رژیم، یک چیزی که خود منابع رژیم در حقیقت همین مرکز کارشناس مرکز پژوهش‌های مال مجلس بهش اذعان کرده بود که الان میگن که 51% جمعیت کشور اجاره نشینه. این طبق آمارهای خود رژیمه، 51% کرایه نشینن، یعنی زیر 50% صاحب خونه هستن. ولی خود این آمار اونایی هم که صاحب خونه هستن باز به گفته خود رژیم این آمارها درست نیست. چرا درست نیست؟ چون یه سری تو از این طرحایی که اینا اجرا کردن مثل مسکن مه یا خانه ساختن برای اقشار کم درآمد، بعد این اسما که روش میذاشتن، خونه شده به اسم یه نفر، ولی مخارج این خونه اینقدر زیاده که خریدار خونه، اون کسی که خونه رو، هموطنی که خونه رو خریده، اساساً از پس خرجاش بر نمیاد. در نتیجه اینا چیکار میکنن؟ اینا خونه رو قولنامه‌ای با قیمت خیلی کمتر میفروشن به یه نفر دیگه و توی قولنامه ذکر میکنن که اوکی این سندش به اسم منه ولی دیگه من مالک خونه نیستم. بعد همین افراد که ظاهراً اسمشون توی آمار تقلبی رژیم جزء صاحبان خانه حساب میشه، بله، همین افراد باید مهاجرت کنن به حاشیه شهرها یا برن یه کانکس اجاره کنن برای زندگی کردن که خود همین کانکس هم قیمتش در عرض یه سال گذشته 4 برابر شده، 4 میلیون در ماه برای یه آلونک آهنی. آقای رزنیا، با مجموعه این مشکلاتی که شما از جوانب مختلف سر موضوع مسکن توضیح دادین، سوال اینجاست که خب چرا رژیم نمیتونه این بحران مسکن رو بعد از گذشت این همه سال کنترل کنه؟ مشکل رو در چه میبینید؟ بله، خدمتتون که عرض کنم، نه تنها نمیتونه کنترل کنه، بلکه اساساً نمیخواد کنترل کنه. درک این نکته خیلی مهمه که در کشور ما یک مافیای، یک سیستم مافیایی حاکمه، یک رژیم مافیایی حاکمه که اساساً چیزی به اسم منافع مردم، شرایط زندگی مردم، نون شب مردم اساساً براش هیچ اهمیتی نداره. این قضیه رو که خواست مردم چی هست، شرایط زندگی مردم چی هست، بهداشت، آموزش، مسکن، همه اینا رو صرفاً از زاویه دید، زاویه امنیتی میبینه. یعنی اگر که این مشکل مسکن، مشکل بهداشت، مشکل آموزش بخواد براش خطر سقوط داشته باشه، خطر از دست دادن قدرت در کشور رو داشته باشه، اون موقع براش دنبال یه راه حل میخواد بگرده. راه حلی که پیدا میکنه به طور معمول چیه که الان همه هموطن هم میبینن؟ راه حل امنیتی و سرکوبه. اساسا در طی 40 سال گذشته در هیچ زمینه ای، نه در زمینه بیکاری، نه در زمینه پرداخت حقوقا، نه در زمینه مسکن، در هیچ زمینه ای نمیبینیم که رژیم آخوندی مشکل رو حل کرده باشه از این طریق که کیفیت آموزش رو بالا ببره، حقوق مردم رو سر وقت بده، کار ایجاد کنه، مسکن ایجاد کنه، ساختمون بسازه. اساساً این نیست. موقعی که دست راه حل براش سرکوب خواسته های مردم، سرکوب مردم برای موندن در قدرت و غارت بیشتر منابع ملی، ثروت‌های ملی، به غارت بردن
ارزش کار و زحمت مردم هست. این که این اساسا خواستی برای حل این مشکل اساسا نداره، تمام فقط قیمت تولید طبق گزارش خود شبکه‌های رژیم، این قسم مال نظام مهندسی کشور، گفتن در عرض یه سال گذشته قیمت تولید هر متر مربع خونه‌های یه طبقه و دو طبقه سه برابر شده، یعنی از متری 3,600,000 تومان رسیده به متری 9,300,000 تومان. یعنی اساساً یک روند رشد قیمت‌ها هست که با هیچ چیزی خانایی نداره، یعنی نه با نرخ درآمدها خانایی داره، نه با قیمت‌های بین المللی توی سایر کشورها همخوانی داره، نه با قیمت نفت همخوانی داره، فقط با یه چیز همخوانی داره، اون هم با هرس و آز آخوندی برای غارت مردم، برای به ثروت بردن اموال مردم، برای بیرون کشیدن آخرین اسکناس ها و آخرین قرون ها و آخرین پسنداز های مردم از جیب مردم هست. اینه که اساسا خونه داشتن یا خونه نداشتن مردم، بله، غذا داشتن یا نداشتن، مدرسه داشتن یا نداشتن، اساسا برای این رژیم مسئله نیست که بخواد دنبال راه حلش باشه، اساسا براش علسویه است، فی‌الواقع دشمن ایران و ایرانی هست این رژیم. بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای فرباد رضانیا، کارشناس امور اقتصادی، که وقتتون رو به ما دادین و همراه ما در این گفتگو بودین. خیلی ممنون آقای رضانیا و خدا نگهدار شما. خدا نگهدار، وقت شما بخیر. همچنین.